اف بین الملل روز چهارشنبه طی گزارش اعلام کرد که نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم در آستانه فروپاشی است این نهاد جهانی حقوق بشری در ادامه تاکید کرد که درگیری های تخت در جبهه های چند گانه و همچنین رشد لجام گسیخته هوش مصنوعی این نظم جهانی را تهدید می کند با هم گزارش همکارم را ببینیم اسکالامار دبیر کل اف بین الملل در مورد گزارش سالانه این نهاد که با عنوان وضعیت حقوق بشر جهان منتشر شده است گفت تمامی شواهد با قرائن دوازده ماه گذشته حاکی از آن است که نظم جهانی بین المللی در آستانه فروپاشی است وی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه افزود در شش ماه گذشته آمریکا از مقام های اسرائیلی در برابر تعرض های متعددی که در غزه اتفاق می محافظت کرده و بر آنها سرپوش گذاشته است دبیر کل عفو بین الملل تاکید نمود که ایالات متحده با استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد آتش بس در قزه این شورا را از معنای وجودی و وظیفه اصلی خیش توهی ساخته است وی در ادامه افسود برای میلیون ها نفر در سراسر جهان قزه اکنون به نماد شکست مطلق اخلاق و انسانیت از سوی بسیاری از معماران نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده است انیس کالامار همچنین هشدار داد که دیگر بازیگران قدرتمند از جمله روسیه و چین هم در حال به خطر انداختن نظم جهانی مبتنی بر قوانین 1948 هستند. این گزارش قانون شکنی آشکار نیروهای روس طی تهاجم نظامی همه طولانی مدت آنها به اوکراین و به کارگیری شکنجه و سوء رفتار علیه زندانیان جنگ را مستند کرده است. بنابر این گزارش چین نیز با حمایت از ارتش میانمار به رغم حمله این ارتش به غیر نظامیان این کشور بر خلاف حقوق بین الملل عمل کرده است. کالامار همچنین گفت در دنیایی که درگیر بی فزاینده است گسترش و بکارگیری بیقاعده از فناوری هایی چون هوش مصنوعی مولد تشخیص چهره و بدافزارهای جاسوسی از طریق تعمیم و گسترش نقض حقوق بین الملل و حقوق بشر به سطحی خارق العاده به دشمنی خطرناک تبدیل می شوند. بنابر این گزارش این امر احتمالا به تسریع نقض حقوق بشر در سال 2024 خواهد انجامید سالی که مملو از انتخابات کلیدی از جمله انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. کالامار از دولتها خواسته است تا اقدامات قانونی و نظارتی خود را برای مقابله با خطرات و آسیب ناشی از هوش مصنوعی قوت بخشند.